شد. دارم میام. من نمیفهم تو چرا داد میزنی. عزیز من دیر شده، تو هم عجله نمیکنی میگی چرا داد میزنی؟ اه کیفم رو یادم رفت، از بس عجله بی خود میکنی. کجا داری میری؟ بچه ها بودیم بیاییم، ما داریم میریم، بیاین از پدرتون خدافزی کنیم. خدافز بابا. خدافز عزیزم. شما هم همینطور خدافز بچه ها. خدافز. بچه ها یادتون باشه که شبا دندوناتون رو مسواک بزنید، خاله رو اذیت نکنید. خدافز. نمیفهمم تو چرا انقدر عجله میکنی فرهاد؟ ما هنوز کلی وقت داریم. عزیز من برای احتمالات اگه وقت چرخه ماشین پنچر بشه تکلیف ما چیه؟ آقا من 14 ساله تو آژانس کار کنم، حتی یه بارم نوسه پنچر کنم. آخ من فکر میکنم موجه هامو برعکس گذاشتم فرهاد. چرا انقدر جیباتو میگردی؟ چرا قلبتو میگیری؟ چیه؟ داری سکته میکنی؟ نه عزیز من، میخوام ببینم بلیتو آوردم یا نه. بله بلیتو رو آوردم. کاش تو فقط یه ذره آروم میگرفتی. آی فرهاد چشام به هم دیگه چسبیده. فرهاد تو از گرفتن این شغل خیلی خوشحالی نه؟ هم خوشحالی هم یه جورایی هیجان زده. هیجان زده؟ کار تو تهران، خلاصی از این بارون و شرجی، از آقای عابدی، آقای صابری. لیلا میدونی الان چند نفر دارن از حسادت دق میکنن که من این حرفه رو پیدا کردم، که من این شغل رو گرفتم، که من انتخاب شدم معاون مدیر عامل در امور مالی. میخوای هیجان زده نباشم؟ تو لیاقتشو داری فرد، سوادشم داری. لیلا هیچ کس به اندازه من اینقدر زحمت نکشید و اینقدر کار نکرده. هیچ کس به اندازه من اینقدر از صمیم قلب نخواسته که از این بند رها بشه. آه بزن بخواه لیلا، تو هم همینو میخوای نه؟ چیو؟ شغل جدیدو؟ آره شغل جدید، زندگی جدید، کار جدید، شهر جدید، تو هم همینو میخوای مگه نه؟ من همونیو میخوام که تو میخوای. پس بگو که کار درستی میکنی، بگو که شادتر و خوشبختر میشین. ما تو تهران زندگی خوبی خواهیم داشت. خوبتر در تهران، خوشبختر از همیشه. بریم. اینجوری برای بچه هم بهتره، دیگه نگران مدرسه بچه هم نمیشه. من نگران مدرسه بچه ها نیستم. شنیدم مدارس خصوصیشون معرکه است. تهران دیگه، خرج ماشین هم نداریم، یه ماشین عالی در اختیارمون میذارم. بعد وقت بذاری بری دنبال خونه. خونه رو بهتر نزدیک یه پارک پیدا کنی، برای روحی خودت و بچه ها خیلی خوب. نگران اجاره خونه هم نباش، قرار حقوق خیلی خوبی بهم بدن. من نگران اجاره نیستم. آه راستی توی هفته ما چیزی نخوری ها؟ اصلا خودتو زیر نکن، چون امشب توی یک رستوران خیلی عالی برای شام برامون جا رزرو کردن. شما نفر بعد؟ سلام. 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 خسته نباشید. خانم و آقای مسلمانه، این رستوران که برامون جا رزرو کردن یکی از بهترین است، برای همین اصلا نگران خوردن نباشید. من نگران خوردن نیستم. ببخشید آقا، ما ساعت 8:30 تهران قرار داریم و خانم من نگران آب و هوای تهرانه. شما از وضعیت هوای تهران خبر دارین؟ به ما گفتن امدادن 20 درجه. بفرمایید. ببین چقدر هوای تهران خوبه. اصلا من نگران. من اصلا فرهاد نگران آب و هوای تهران نیستم. این بلیط شما، اینم کارت پرواز خانم علیزاده آقای مصطفی، پرواز 406 گیت 3 لطفا. این چمدون شماست؟ بله. لیلا بیا چیه؟ لیلا
خوشحال هستی یا نه؟ آره فرهاد خوشحالم. ولی خیلی خوشحال به نظر نمیرسی. چرا فرهاد؟ هم خوشحالم هم هیجان زده. پس بگو که خوشحالی. خوشحالم فرهاد، خوشحالم. با غذاتون چای یا قهوه؟ نه چای، نه نهار و نه قهوه. اصلا هیچی؟ ممنون. خواهش میکنم. فرهاد شاید بهتر بود ظرفشونو میگرفتی، یه تیکه مرغ، یه ذره نون، یه چیزی میخوردی. امشب رأس ساعت 8 نیم من به تو یک غذای عالی میدم. من که نمیخوام خودم با مرغ یخ زده اینا سیر کنم. تو که غذای هواپیمایی رو میدونی. اقدم نگران شکم من نباش. من فقط نمیخوام تو گرسنگی بکشی. اگه نگران زخم معده منی، من دوتا شیشه پرشو آوردم. خیلی خوب، آروم، اینقدر با عصبانیت و هیجان حرف نزن. سلام میکنم. لیلا بیا اینجا، اونجا منظرش خوب نیست، بیا از اینجا تهران نگاه کن. یواش مرغ بسرت باش. کو؟ عب شد. خانوم ها و آقایان، خلبان علامت سیگار نکشید را روشن کرده است. لطفاً کمربند های خود را ببندید. جهت آماده شدن برای فرود، لطفاً پشتی صندلی خود را به حالت عمودی قرار دهید. عالیه. 5 دقیقه هم داریم زودتر میشینیم. همه چیز داره خوب پیش میره، اینو باید به فال نیک گرفت. راستی برنامه رو برات گفتم یا نه؟ نه. برنامه چی هست جناب آقای مصطفی؟ ساعت 1:20 بعد از ظهر میرسیم به فرودگاه مهرآباد. ساعت 2:45 میرسیم به هتلمون که یکی از بهترین هتل‌های تهرانه که تماماً قبلاً پرداخت شده. بعدش هم بگم؟ بعدش هم بگو. رأس ساعت 5 بعد از ظهر میریم به دربند، به یکی از اون رستوران‌های خوشگل سنتیشون برای صرف چای. بعدش برمیگردیم هتل، یه ذره استراحت میکنیم، لباس عوض میکنیم و رأس ساعت 8:30 شب برای صرف شام عالی میریم به یکی از اون رستوران‌های درجه یکشون. بعدش هم بگم؟ بعدش هم بگم. بعدش هم میریم شب زنده داری، رستوران‌های اونجا تا دیر وقت بازن. بعدش هم برمیگردیم به هتلمون و میریم به اتاقمون که بوی گل میده. بعدش هم بگم؟ نه دیگه، بقیهشو نگو. فرهاد تو فردا ساعت 9 صبح مصاحبه داری؟ آره، فقط باید برم خودم نشون بدم. امکانی که قبولت نکنن که نیست. چی؟ منو؟ نه اصلا، از الان من انتخاب کردم. مصاحبه فرمالیته است، اصلا نگران نباش. خانم ها، آقایان، خلبان فرامرادی صحبت میکنه. داری میرسی؟ از الان بوی استیک میاد. الان از برج مراقبت مهرآباد به ما اطلاع میدن که به دلیل مشکلات جوی به ما اجازه فرود در تهران رو نمیدن. در نتیجه پیشنهاد میکنم که راحت بنشینید و استراحت کنید. ما مجبوریم قدی در آسمان تهران دور بزنیم تا اجازه فرود رو بگیریم. حدس میزنم یه چیزی حدوداً 20 تا 30 دقیقه طول بکشه. متشکرم.
یعنی چی حدس میزنم؟ یعنی چی حدس میزنم؟ منظورش چیه؟ این باید دقیق بدونه. خلبان باید دقیق بدونه یعنی چی حدس میزنم؟ خانم؟ خانم ببخشید. خانمم باهاتون کار داره. من؟ فرهاد انقدر نگران نباش، ما هنوز کلی وقت داریم. بفرمایید. ببخشید امکان داره از این 30 دقیقه‌ای که خلبان حد زدن بیشتر طول بکشه؟ آخه میدونی ما قرار داریم تهران و خانمم این مقدار نگرانه. خب گمان نمی‌کنم از این 20 تا 30 دقیقه بیشتر طول بکشه. خب اینم همونیه که خلبان حد زد، چه فرقی می‌کنه؟ حدس ایشون خیلی بهتر و دقیق‌تره. اگر چای یا قهوه می‌خواین آخرین فرصت. میشه برای من یه لیوان چای؟ من منظورم اینه که یعنی این اتفاقات زیاد می‌افته، چیز غیر عادی نیست. در مهرآباد تو بهار بله پیش میاد. اوه ببخشید. خب لاقل با آدم بگن که 45 دقیقه پروازه، 30 دقیقه هم چرخ زدنش میشه 75 دقیقه. الانه که زخم معدت عود کنه فرهاد، خیلی قشنگ میبینم که به زودی معده درد شدیدی میگیری با این هرس و جوش. بیا این همون 30 دقیقه که خلبان گفته بود. من نگفته بود 30 دقیقه، نگاه کن حتی 35 دقیقه شده. امیدوارم لاقل خلبانش بهتر از گمان زنش باشه. خانم بله بفرمایی. ببینم مشکلی پیش اومده، به خاطر اینکه ما الان بیشتر از 35 دقیقه است که داریم رو هوا میچرخیم. تصور میکنم که به یه توده هوای بد برخورد کردیم. تصور میکنین؟ اصلا احتیاج به تصور نیست، فقط کافی از پنجره بیرون رو نگاه کنین. ببینید خانم، ما یه قرار خیلی مهم کاری داریم که بعد سر وقت لابد داره میره به خلبان بگه که هوا مهالوده، ولی خلبان ما اینقدر درگیر چرخ زدناشه که اصلا کاری به وضع هوا نداره. بهت گفتم یه چیزی بخور. چیزی نیست، این کمربنده سفته. خلبان فرامرادی، ما وارد یک سیستم مه شدیم. مهرآباد برای اجازه فرود یک سقف مه مجاز داره که یک مقداری کمتر از این توده فعلیه. نتیجتاً مدتی بیشتر باید روی صندلیامون بنشینیم و تحمل کنیم. متشکرم. بشینیم؟ این همه چرخ زدیم بازم بشینیم؟ بازم نمیخوام بشینیم. خانم، میری به اون خانم بگو که یه فنجون شیر قهوه برام آورد. گرفتی گیر خانم ببخشید. بفرمایید. خانم من یک فنجون شیر قهوه میخواد. شرمنده، سرویس چای و قهوه و نوشیدنی ها رو تعطیل کردیم. اگه یادتون باشه ما هیچی غذا نخوردیم. امکان داره یه مقدار قهوه تازه برامون درست کنید؟ شرمنده، در زمان فرود این کارو نمیتونیم بکنیم. ولی ما در حال نشستن نیستیم، ما داریم میچرخیم. قبل از نشستن میچرخیم. ببینید خانم، اگه ما داریم دور میزنیم و میچرخیم یعنی داریم پرواز میکنیم، و چون داریم پرواز میکنیم شما باید به ما سرویس بدین. پس لطفاً یک فنجون قهوه برای خانم من درست کنید. شرمنده‌ام، این خلاف مقررات هوایی. ما در زمان فرود اومدن و نشستن اجازه سرو هیچ گونه نوشابه‌ای رو نداریم. خانم ها، آقایان، خلبان فرامرادی صحبت میکنه. ما مواجه شدیم با یک سری تربولانس، لطفاً در صندلی‌های خود بنشینید و کمربندهای خود را بسته نگه دارید. ببینید خانم، ممکنه یه نوشابه، یه لیوان شیر به من بدین؟ میخواد یه لیوان آب خوردن براتون بیارم؟ ببینم، مگه آب خوردن نوشابه نیست؟ ببینید، اگه شما میخواد بیشتر راجع به این مسئله بحث بکنید، میتونید با سرپرست پرواز در میون بذارید. نه، من مایلم با مسئولین هواپیمای صحبت بکنم. البته قصد این کار رو هم دارم، اگر این بازی نشستن و بغل کردن و چرخیدنشون تموم بشه. آقا لطفاً برگردید و سر جاتون بشینید. آره باشه، بله. میدونی ساعت چنده؟ نه. 5 دقیقه به 2 بعد از ظهر. ما تا برسیم به هتل و چک این بکنیم تمام برنامه هامون به هم ریخته. بریم رستوران رو. داری بی خود برای خودت حدس و گمان میزنی، خودتو هرس میدی. آخه لیلا جان، رو آسمونیم دیگه. ما که فعلا رو آسمونیم، اصلا چه بسا تا آخر عمرو مجبورشیم رو آسمون تلون همجور چرخ بزنیم. خانم ها، آقایان، خلبان فرامرادی صحبت میکنه. آها، این دفعه دیگه چیه؟ یکی باز خیلی جالب باشه. می‌رسونم که به دلیل وضعیت بد جوی فرودگاه مهرآباد امشب تعطیله. ما مجبوریم در حیف با نوشن بریم. نوشن؟
من فردا ساعت 9 صبح تو ترون قرار دارم بریم نوشهر. خانم ببخشید. لیلا 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 بیا این رسید چمدونه تو چمدونه رو بگیر من برم دم در ببینم یه ماشین میتونم پیدا کنم یا نه. دم در خروج ها گرسنگی مردیم. بیا اول بریم یه چیزی بخوریم. نه عزیز من الان من نگران تو اما خیلی خوب بعدن غذا میخوریم. ما بعد هر چه سریعتر خودمون رو برسونیم به تهران. دم در خروجی میبینمت. فرودگاه مهرآباد کلن تعطیله. هیچ پروازی هم به تهران انجام نمیشه. این فرودگاه کی باز میشه؟ قاعدتا باید صبح شروع کنه. اما ما داریم سعی میکنیم ببینیم کی میتونیم اولین پروازو به تهران انجام بدیم. ولی هیچ تضمینی وجود نداره. ممنونم. آقای محترم زن من مریضه. آقا ببخشید. میشه چمدونه ما رو به ما بدین؟ آقا میشه چمدونه رو به ما بدین؟ ما عجله داریم. یه چمدون بزرگ یشمیه با یه ساک سرمه‌ای. دلیلی نداره چمدونا رو برای اینا توصیف کنی. چه شکلیه؟ یه چمدون بزرگ یشمی با یه ساک دستی سرمه‌ای. اینجا نمی‌بینیشون؟ خب اگه می‌دیدم که دیگه از شما سوال نمی‌کردم. با داد و حال و عصبانیت کار درست نمیشه. ایرادی نداره. اینش به شما ربطی نداره. لطفاً شما چمدون ما رو به ما بدین. فرهاد این آقا سعی دارن به ما کمک کنن. نه خیر. این آقا فقط داره کمک می‌کنه که من عصبی نشم. نه اینکه چمدونامونو پیدا کنه. خیلی خوب. خیلی خوب. میشه رسیدتون رو ببینم؟ بله. یه چمدون بزرگ یشمی با یه ساک سرمه‌ای لطفا. اون ساک کوچیکر باید با خودت میآوردی تو هواپیما. دو تا چمدون؟ بله هر دوش هم گم شده. شما مسافر تهرانی؟ چمدونتون اینجا نمیاد. اگه چمدونتون رو میخواین باید بریم پیش رئیس پرواز. شما میتونستین همون اول که رسیده رو دیدی بگی. وقت منو میگیرید. بریم. و شما میگید هیچ کدوم از چمدون‌ها رو ندیدید که بیارن روی نوار. لطفاً این رسیدا رو دوباره نگاه کنین. من وقت ندارم. هیچ دلیلی برای نگران شدن شما نیست. ما از این چیزا زیاد میبینیم آقای مصطفی. چه فرقی میکنه که آقای چی؟ چه فرقی میکنه که اسم من چیه؟ ما داریم وقت تلف میکنیم با این بحثا. خیلی خوب. خیلی خوب. اسم من فرهاد مصطفیه. حالا درست شد؟ اجازه بده آقای مصطفی. بعد خدمتتون عرض کنم که شرکت هواپیمایی ما تمام مسئولیت‌ها رو می‌پذیره. من احتیاجی به مسئولیت پذیری شما ندارم آقا. من فقط چمدونامو می‌خوام. همین. من فردا رأس ساعت 9 در تهران یک قرار مهم کاری دارم. بله بله شوهرم فردا رأس ساعت 9 یک قرار کاری مهم تو تهران دارن. ببینم مگه من الان همین حرفا رو نزدم؟ دیگه برای چی تکرار می‌کنی؟ اجازه بدید ببینم. شما که مسافر تهرانی؟ بله. ما دستور دادیم چون پرواز به تهران معلوم نیست همه چمدون‌ها رو بیارن توی سالن. شما بفرمایید پیش مسئول چمدون‌ها بفرمایید. این همه اسم رسم هم دیگه رو پرسیدیم آخرش هم شما. من فقط گفته باشم فرهاد چمدونامو گو اونها ببخشید آقا این چمدون یشمی بزرگ با این ساک سرمه‌ای. بله اینا چمدونای ما. چطور شما اینا رو ندیدین؟ بفرمه اینم رسیدش. حالا مگه طوری شده؟ نگران نباش میرسیم. من نگران ولی من هستم. Thank you.
یه درد ملایمه. خیلی خوب. آره میفهمم. باید تو هواپیما از اون غذاشون یه ذره میخوردن. اصلا یه همچین فکری نمیکردم. میشه منو رو ببینیم؟ ما فقط ساندویج و نوشابه داریم. خیلی خوب، دو تا ساندویج مرغ به ما بدیم. مرغ نداره. پس اون چیه؟ خروسه؟ نه اتفاقا مرغه، ولی ایشون این مرغ رو بخورن دیگه نداره. فرهاد، ساندویچ مرغشون تموم شده. خب سوسیس، کالباس. سوسیس و کالباس هم نداریم. چی دارین؟ نون لواش ماشینی با پنیر. خب یا کمی هم بیسکویت و زیتون پرورده هست، فقط همین. خیلی خب، یه ساندویچ پنیر برای خانومم بیارین، به منم بیسکویت و زیتون پرورده بدین. یه شیر قهوه هم لطف کنیم برای من بیارین. شیر قهوه نداریم خانم، آب معدنی و آب انبه هست که اونا هم متاسفانه خنک نیستن. فرهاد، آب انبه میخوری؟ گرم، اونم با بیسکویت و زیتون پرورده. نوشابه نمیخوری؟ همه رو توی یه صورت حساب بنویسم؟ بله، من حساب میکنم. منو باش، میخواستم ببرم یه رستوران درجه یک، ولی الان چی دارم بهت میدم؟ نون و پنیر بدون نوشابه با بیسکویت و زیتون پرورده. میلی اگه تا آخر عمرت با هم حرف نزنی حق داری. وای وای برو موجه، موجه چپم، موجه چپم رو گم کردم. من تو ماشین منتظرتون هستم. ماشین اینم فاتحه کار تو تهرون. فرهاد سخت نگی، فردا بهشون زنگ بزن توضیح بده. من مطمئنم اونا درک میکنن که تقصیر تو نبوده. توضیح بدم؟ چی رو توضیح بدم؟ زنگ بزنم بگم من حتی ارزه نگرداشتن چمدونای خودم هم نداشتم؟ تو فکر میکنی به یه همچین آدمی کار با مسئولیت میدن؟ امکان نداره زنگ بزنم. فرهاد تقصیر تو نبوده، تقصیر تو نبوده که هواپیما مجبور شده تو نوشهر بشینه، تقصیر تو نبوده. از قبل گفته باشم نفری 30,000 تومان کرایه‌تون میشه، البته قابل شماره نداره چون طبق معمول جاده چالوس بسته است، بعد از حراز بریم. منتی هم نیست. نفری 30,000 تومان بفرمایید. دست شما درد نکنید.
شما میدونین تا هتل سوئیس؟ آها، تا هتل سوئیس چقدر فاصله؟ شرمنده تام. نه نمیدونم. آها یادم اومد. باشه. خداحافظ. خداحافظ. یک و ده دقیقه است. بریم. فرهاد میگم بیا بریم یه جا وایسیم، شاید بند اومد. من که بعید میدونم این هیچ وقت بند بیاد. هیچ وقت. لیلا جان، اگه ما که نمیتونیم تا صبح اینجا وایسیم، اگه من تا صبح یه چیزی نخورم یا چرت نزنم، امکان نداره فردا به مسابقه برسم. خیلی خوب فرهاد جان، من ناراحت نمیشم اگه یک کم خیز شم. خیلی خوب، کجا باید بریم؟ از این طرف. بیا. فرهاد خیلی تون میری. من پام درد میکنه. هر چی زودتر برسیم کمتر خیس میشیم. فرهاد هیچ میدونی کجایی؟ نه نمیدونم. فکر نمیکنی اشتباه میری؟ نه نه. بیا. اینجا رو نگاه کن. چیه مگه؟ زباله است دیگه، مگه تالا زباله ندیدی؟ این همه؟ نمیفهمم، خیلی وقت اینجا نیومدم، شکل همه چی عوض شده. بیا بیا از این طرف. وای چی شده؟ پام رفت رو بطری، پاشنه کفشم شکست. آخه چی کار کردی که اینطوری شد؟ یعنی چی کار کردی؟ خب پام رفت رو بطری، پاشنه کفشم شکست دیگه. خیلی خب، بیا 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 لیلا جان. سلام، بفرمایید. آخ، معذرت میخوام. سلام. فرهاد. ببین من نمیخوام خیلی غرغر کنم، ولی واقعا قوزک پام دارن زوغزوغ میکنن. میفهمم. بهت بگم. ببین، اینجوری پنجه پاتو جمع بکن، خودت بکش بالا، انگار که پاشنه کفشت نشکسته، ها؟ برو. سلام. سلام آقا. سلام، بفرمایید. خانم و آقای مصطفی بالاخره از رشت رسیدید. رزرویشن داشتیم؟ بله، از طرف شرکت سیلورست. متشکرم. حتما باید سرتون خیلی شلوغ باشه. مهرآباد بسته شده با این نمایشگاه و وضعیت هوا و پروازام که همه موندن. یک دونه اتاق هم در سطح شهر پیدا نمیشه. امیدوارم که یه اتاق تمیز و خوب به ما بدین. ببخشید، هیچ داروخونه باز هست؟ من باید یه موجه آرایشی بگیرم با یه باند برای قوزک پام. آقای مصطفی؟ این رزرویشن که مال 14 بله درسته. البته امروز پنجشنبه است، 15 نگو که برای ما اتاق نگه نداشتی. ما همیشه خود به خود این کار رو انجام میدیم، مگر در مواردی که به صراحت به ما بگن. در رزرویشن شما ذکر شده که تا ساعت 10 نگه داشته بشه اتاق. یه تلفنی، فکسی، یه چیزی. من نمیتونستم تلفن کنم، نمیتونستم فکس بزنم. ما با خلبانمون تو هوا داشتیم میچرخیدیم، بعدم داشتیم میدویدیم. همونطور که توضیح دادم، ما اتاق رو برای مهمانانمون نگه میداریم، نه یعنی که دستور عمل جدیدی صادر بشه. ببینید، در اینجا ذکر شده که رزرو اتاق شما تا ساعت 10 نگه داشته بشه. اینو یک بار گفتید آقای عزیز، فعلا همینجوری داره شرشر از ما آب میره وسط این لابی. معده من بر اثر قورت دادن یه هسته زیتون پرورده داره کلافم میکنه. خانومم از سرما داره میلرزه، پاشنه کفشش شکسته، قوزک پاش آسیب دیده. شما باید برای ما یه کاری بکنید. لطفاً یه چند لحظه صبر کنید. شما فهم کنید تو این فصل بارونای موسی ما کجا رو داریم که بریم؟ خانومم حالش خوب نیست. لیلا بهشون بگو. بله من حالم خوب نیست.
لیلا اصلا نگران نباش، همه چی درست میشه، من درستش میکنم. اینا مجبورن یه اتاق به ما بدن. امیدوارم. آقای مصطفی، من الان با آقای برزوی صحبت کردم، ایشون اسیستان منیجر هستن. برزوی ها؟ البته ایشون خیلی اظهار تأسف کردن از این سوء تفاهم. خوبه، بهتر شد. بازم با شرمندگی باید بگم که ما حتی یک اتاق خالی هم نداریم. خیلی خب، پس اینطور، ممکنه یه کاغذ قلم به من بدین لطفاً؟ خیلی خب، لطفاً اسم دقیق خودتون و آقای برزوی رو به من بدین، برای دادگاه لازم دارم. خانمم هم که اینجا ایستادن شاهد کامل ماجرا هستن. لطفاً اینجا اسم دقیق خودت رو به علاوه تاریخ دقیق و ساعت دقیق بنویس، برای دادگاه لازم دارم. بله فرهاد جان. بله یادداشت کن. برزوی. آقای محترم، ممکنه من یک مسافر حقیر و درمونده و بی اهمیت باشم، ولی باید خدمتتون عرض بکنم که با بد کسی طرف شدین. هیچ داروخونه باز هست؟ نه خانم، تا فردا صبح هیچ جایی باز نیست. فقط یه داروخونه شبانه روزی چند تا خیابون پایین تر هست که اگر اشکالی پیش اومد من میتونم یه نفر بفرستم. خب متاسفانه شما اجازه ندادید که من خدمتون عرض کنم. میخواستم بگم که ما دو تا خلبان داریم تو اتاق 717 که اینا فردا 7 صبح چک آوت میکنن. شما میتونید تا فردا ساعت 7 تو لابی منتظر باشین. من فقط تا 8 صبح طول میکشه که خشک بشم. خانومم هم همینطور. من تا یه خسارت حسابی ازتون نگیرم و ولکن نیستم. بس دیگه لیلا، بیا بریم، بیا بریم، بیا دیگه. بگو چیکار کنیم؟ بگو کجا بریم؟ یعنی چی کجا بریم فرهاد؟ من فکر کنم تو یه نقشه‌ای داری. پس چرا گفتی بیا 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 بریم، عجله کن؟ من اینجوری گفتم که اینا بهشون ثابت بشه که باشون شوخی نداریم. فکر کنم اینجوری ما رو جارو می‌کردن، می‌ریختن تو خیابون. از شرمون خلاص می‌شدن. فرهاد حق دارن. ما بعد بهشون یا تلفن می‌زدیم یا فکس. لیلا، لیلا تو چجوری می‌تونی این حرفو بزنی؟ در حالی که همینجوری داره ازم آب می‌چکه. پاشین کفش چیکسته چمدون نداریم. و می‌خوام بگی تقصیر منه که اتاق گیرمون نیومده. فرهاد من نمی‌خوام بگم تقصیر توئه. من میخوام پیشنهاد بدم که بریم اینجا بشینیم تا 7 صبح یه شیر قهوه داغ بخوریم، منتظر شیم تا بعد اتاق خلبانا رو بگیریم. خب غیر از این چی کار میتونیم بکنیم فرهاد؟ لیلا وحشت نکن، فقط وحشت نکن. همینجوری که سالم تا اینجا آوردمت بقیه‌اش هم همینجوریه. اصلا نگران نباش، بالاخره یه اتاق توی این شهر پیدا میشه یا نه. بذار ببینم. شب بخیر. ببخشید اینجا شما اتاقی گیرتون نمیاد؟ شما مسافرید؟ بله ما از رشت اومدیم. از رشت؟ اتاق برای چند شب میخواید؟ فقط برای امشب، چون من فردا یه جلسه مهم کاری دارم. و حالا چطور مگه؟ عرض میکنم ببینید، یکی از دوستان من 4 تا 4 پایین تر از اینجا یه هتل آپارتمان داره. لوکس نیست ولی تمیزه. اگر اتاق میخواید 20 تومان هزینه داره. 20,000 تومان خیلی گرونم به نظر نمیاد. خوبه. اشتباه نکن، 20 تومان مال منه، اتاق 50 تومانه. خب حالا این هتل آپارتمان کجا هست؟ خب حالا این 20 تومان کجا هست؟ من که نمیبینمش که. خیلی متشکر. میرید خیابون برزیل پیش آقا داوود، هتل آپارتمان صداقت. میگید منو نادر فرستادی. شب بخیر. ببخشید دوست من، درسته که ما تو رشت زندگی میکنیم ولی من 36 سالمه و از کجا بدونم که آقا داوودی هست، هتل آپارتمانی هست و اصلا هتل آپارتمان صداقتی هست. واقعا متاسفم، دنیای عجیبی شده. تو این جامعه دیگه هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. بسیار خوب، خودم میبرمتون. بریم. نیازی به این کارا نیست، شما تلفنشو بدین خودمون بهش زنگ میزنیم. نه نه، شما به من اعتماد نکردید، حقم دارید. گفتم که دور نیست، میبرمتون. ببین دوست من، اگر 20 تومن میخوای این 20 تومن، من با این 20 تومن نه دارا میشم نه گدا. چیکار کنم؟ همینطور که گفتم تمیزه ولی لوکس نیست.
بفرمایید. بفرمایید. نهایت لطف و محبت شما رو میرسونه. ببخشید من یه مقدار بهتون مشکوک شده بودم و آخه ما روز خیلی سختی رو گذروندیم. خواهش میکنم. ای آقا اگه بدونین چه ماجراهایی رو گذروندیم. میدونم. شما اتفاق خیلی خوب امروز ما هستید. صبر کنید. چی شده؟ ببخشید. بله تکرار کنم. میخواستم بگم برگردید طرف دیوار. بچستید. یلا سری. سری. خیلی خوب نه آروم برگردید مستقیم برید پشت سرتان گوه کنید نگانه بدرمان برو نگانه برید برنه کردید میشه یه مقدار پول به ما بدی فقط یه ذره برای غذا و یه اتاق بگیریم خانم هم کفشت ماشه نداره چرا؟ خب چون کسته فرهاد خیلی داری صحبت میکنی راه بیافت بریم داخل چط رو برامون بذار فرهاد روح برنگر روح برنگر داری سر تو برنگرد برید روز به من وسط شهر خیلی قشنگ خیلی راحت میتونست ما رو بکشه مرده یه چاقو دستش بود به این بزرگی فرهاد مرد خیلی راحت خیلی قشنگ میتونست من تو رو بکشه هر میشه چند بگه سب کن هر میشه خب خدافز نام خانوادگی نادر جان صداش میکردن فرهاد منظورشون اسم ماست من عذر میخوام ببخشید معذرت میخوام فرهاد و لیلا زاد مصطفی همون لیلا خوبه لیلا زاد جان اسم رسمی و شناسنامه ای ما رو میخوان خواهش میکنم به هر حال وقتی از هتل اومدیم بیرون الان کجا اقامت دارید؟ هیچی آقا هیچی ما آواره و سرگردون تو خیابون زیر بارون داشتیم میچرخیدیم برای همین کیف پولمون رو زدن یعنی منظورت اینه که الان تو بیمارستان هم شیر پیدا نمیشه؟ میشه شما این شیر رو فراموش کنین؟ یعنی شما همینجوری بلند شدین اومدی تهران؟ خیر رزرویشن داشتیم معذرت میخوام ببینین فرودگاه مهرآباد به خاطر بدی هوا اجازه فرود به ما نداد بعد در نتیجه ما رفتیم فرودگاه نوشهر اونجا فرود اومدیم بعد اونجا یه دربست گرفتیم و اومدیم تهران و خلاصه آقا وقتی رسیدیم به هتلمون گفتم اتاقمون دادن به کس دیگه چرا قبلا بهشون اطلاع ندادی بله من به فرهاد جان همینو گفتم خواهش میکنم ما اینجا نیومدیم راجع به این قضیه با هم بحث بکنیم ما اینجا اومدیم راجع به کسی که کیف پول ما رو دزدیده حرف بزنیم مرده گفتش که ما رو میبره یه هتل آپارتمانی به اسم صداقت تو کوچه برزیل. خانم تو خیابون برزیل هتلی به نام هتل صداقت وجود نداره. میدونیم. پس چرا میخواستید باش بدید؟ اون موقع نمیدونستیم. وقتی 400 هزار تومنمون رو دزدید فهمیدیم. خیلی خوب چه اینطور؟ اینجا رو امضا کنید. برید پیش جناب سروان مظفر. فرهاد میخوای این فرمو من امضا کنم؟ نه خیر من نمیخوام شما این فرمو امضا بکنید. ببخشید جناب سروان مظفری کجا تشریف دارن؟ انتهای راه رو سمت راست در دوم بفرمایید متشکرم آقا الان نه فردا صبح 10 صبح آقا پس امشب چی میشه؟ ببخشید جناب سرهنگ سروان خانم جناب سروان شوهر من فردا ساعت 9 صبح مصاحبه داره جناب سروان میخواستم بگم که کیف من رو قاپیدن و بردن خانم اجازه بدین اول تکلیف کیف پول من روشن بشه بعد اول نوبت ماست بفرمایید
ببخشید جناب سروان، الان غیر از جناب سروان مظفری کس دیگه هم اینجا هست؟ حضرت آقا این وقت شب همه رفتن مأموریت. بفهمید خانم مشکلتون چیه؟ آقا کیف پول منو همین 3 متر جلوتر از ذره کرانتری زدن. من واقعا متاسفم، این به نظر شما فاجعه نیست؟ ببخشید تو چه داری با ایشون صحبت میکنی؟ تکلیف خودمون چی میشه؟ بدبختی خودمون چی میشه؟ بس چه این اتفاق افتاد؟ همه 5 دقیقه پیش. جناب سروان اسم شما چیه؟ بابا من هی جیغ زدم ولی هیچ کسی گوش نداد. خانم اجازه بدین اسمتون چیه جناب سروان؟ سروان اسماعیل کوزه‌گرانی. حالا خدای من بدون پول چی کار کنم نمیدونم. وای من واقعا میفهمم شما رو، خیلی متاسفم. لیلا من نمیفهمم مصیبتی که خودمون دوچار شدیم چه، تو چه وقت بهشون حرف میزنی؟ آقا من شرمندم، ما واقعا شرمنده ایم، ولی این وقت شب من کار دیگه نمیتونم براتون بکنم. شما یک آدرسی جایی بگید، من باید با کجا تماس بگیرم؟ هیچ جا، همینجا تو کلانتری، ما جای دیگه ای رو نداریم. هیکل گنده ای داشت، 1.80 قدش بود. این دوز ما هم همینطور، حدوداً 1.80 اینطورا قد داشت. نه لیلا جان، کوتاه‌تر بود. نه فرهاد جان، حدوداً 1.80 قدش بود. نه لیلا جان، شما الان پاشنه کفشت شکسته، همه رو قد بلند داری میبینی، شما از همه کوتاه‌تری. میدونی پام رفت رو بطری، پاشنه کفشم شکست. آخه چه بد، چه کفش خوشگلی، خیلی حیف شد. خدا جناب سروان، ما الان نه پول داریم نه جا داریم. خواهش میکنم، من میخوام ببینم اداره پلیس برای ما کاری میتونه بکنه یا نه. شما هیچ کاری نمیخواییم برای ما بکنین؟ چرا یه فکری به ذهنم رسید، میخواد شما رو بفرستم واحد همیاری تو خیابون ستار کنه، چای یه گرم، بیسکویت، پتو، یه جایی که میتونه استراحت کنید. اوه چه عالی. لیلا جان من الان فقط کیف پولمو میخوام، چای بیسکویت نمیخوام. سروان محمدی. بله قربان. اینا رو برای واحد همیاری بلدی؟ بله قربان، بفهم. پاشو فرهاد، تو باید برای چند دقیقه هم که شده چشاتو رو هم بذاری. روی تخت سربازخونه با پتوی سربازی، با چای و بیسکویت. شما شهرستانی هستین؟ یعنی تو شهرستان زندگی میکنین؟ شهرستانی نیستیم اما توی شهرستان زندگی میکنیم. من و شوهرم فرهاد تو خارج با هم آشنا شدیم، اونجا ازدواج کردیم، آخه اونجا درس میخوندیم. بعد که من و شوهرم فرهاد به ایران برگشتیم، به شوهرم فرهاد شغل خوبی توی رش پیشنهاد شد. از اون موقع الان 10 ساله که ما رش زندگی میکنیم. بعد 2 تا بچه کوچیک هم داریم، یه دختر و یه پسر خیلی کوچولو. شما خیلی خوششانسی. داره خوابم میبره، فکر نمی کنم تا قسمت همیاری بکشم. من و شوهرم فرهاد از دیروز صبح تا حالا نه چیزی خوردیم نه یک لحظه چشمامون روی هم گذاشتیم. لیلا نذار باشی کم و گشنه بخوابم، فکر می کنم دیگه بیدار نشم. 22 مرکز. مرکز به گوشم بفرمایید. 22 مرکز به گوشم. مرکز بفرمایید لطفا. موقعیت خودتون رو اعلام کنید. مرکز مستحضر باشید، ما تو چمران هستیم. کجا؟ تو چمران هستیم، 2 نفر میبریم بخش همیاری. یه مورد 336 مغازه جوال فروشی واقع در خیابون قائم مقام. بله. 22 دریافت شد؟ بله دریافت شد. واحد 22؟ بله دریافت شد تمام. اسدی بزن کنار، برنامه عوض شد. چشم. خیلی ببخشید خانم، ولی شما باید اینجا پیاده بشید. اینجا همیاریه؟ نه خیر خانم، همیاری 7-4 پایین تره. از هر کی بپرسید بهتون میگه همیاری کجاست. به ما اطلاع دادن یه جواهر فروشی رو زدن. ببینید فرهاد شوهرم که خوابه، منم که اصلا اینجوری نمیتونم راه برم. میشه اول ما رو دم همیاری پیاده کنی؟ خانم لطف کنید همکاری کنید. من میگم دکونه بنده خدایی رو زدن، اون وقت شما داری با من جر و بحث میکنی، من وقت ندارم. لا 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 خانم زودتر شوهرتون رو بیدار کنید، حالیش کنید قضیه از چه قراره، من وقت ندارم. متشکرم، خواهش میکنم. بله بله فرهاد جان. خانم یه کمی سریع‌تر. ای آقا بیدار شید لطفا. چی شده؟ رسیدی؟ نرسیدیم، ولی آقا میگن که باید پیاده شیم، این راهو خودمون پیاده بریم. یه سرقت گزارش شده، ما باید عجله کنیم، نمیتونیم شما رو به خودمون ببریم. بفرمایید. ای بابا
نمیشه اول ما رو برسونی بعد اونا رو بگیری؟ خوش بگی بابا، من واسه حمایت از خودت و زنته که دارم میگم. من میخوام به شما آسیب نرسه. فرهاد جان، آقا پلیسن، بهتر میدونن که چی باید بشه. وای من دیگه خسته شدم. اه بس دیگه، اجازه نمیدم اینقدر مثل یویو ما رو بالا پایین کنین. نه خیر آقا جون، شما وظیفه دارین ما رو اول برسونین، من پیاده نمیشم. تصمیمش با خودته. میخواین دزدا رو تعقیب کنین؟ تعقیب و گریز؟ با ماشین پلیس؟ سرکار ببخشید، من تغییر عقیده دادم. اگه میشه ما رو همینجا پیاده. عزیز من که به شما گفته بودم الان که نمیتونیم وایسیم که. اصلا سریعتر بود. و 18 دقیقه است تا دوزده رو بگیرن و بریم کلانتری تحویلشون بدیم، بخوان صورت جلسه بکنن، بعد ما رو برسونن همگیر. بخوابیم پنج و نیمه صبح. شیشه شیری چیزی دوزده بودن، یه ذره شیر میخوردیم. جناب سرهنگ گفت الان شیر تحویل نشده صبح به این زودی. سروان بده پایین. بازشو بگیر سریع بریم. مأمورا رو از پشت گرفته بودم، پی هوا زدم تو پرش پخش پله‌ها شد. منم فلان هستم الفرار. خیلی شانس آوردم. تفلی فری نمیدونم کدوم ور رفت. خدا کنه قصر در رفته باشه. حالا دارن خودمونو میدونستن. آدم دزدی. من مدیر مالی. آروم باش. کسی با شما کاری نداره. خب ببین عزیز من، ما هم به این قضیه دخلی نداریم. عزیز من یه بیزنسمنم که توی رشت توی کارخونه بزرگ دارم کار میکنم. ما هم بیزنسمنی. ما دو تا بچه کوچیک تو رشت داریم. حال شوهرم هم اصلا خوب نیست. آها قربونت برم. لطف بکن ما رو سر همین پیچ پیاده بکن. قسم میخورم که به هیچ وجه از شهادت خبری نباشه. به هیچ وجه. شطور دیدی ندید؟ از بابت شهادت و این چیزا که اصلا خیالتون راحت باشه. ما اصلا هزار جور گرفتاری داریم. اصلا به این جور حرفا نمیرسیم. از شما اند معرفتین به خدا. 22 مرکز. بله. ماموریت انجام شد. بله جناب سروان. دزدار گرفتیم تو مسیریم. فقط اگه اجازه بدین شامو بزنیم بعد خدمتتون برسیم. آقای عزیز برای خودتون دارم میگم. اینقدر با این دم و دستگاه ور نریم. فرهاد این اصلا ربطی به ما نداره. ما از رشت اومدیم، دو تا بچه کوچیک داریم و این آقایون بذار هر کاری که دوست دارن انجام بدن. رفیق میگم اینا برامون دردسر میشن. آقا پارک ملت خوبه پیادتون کنین؟
آره همون پارک ملت. برو برو زود باش. ساعت 4 صبح؟ آره قربونت برم، پارک ملت عالیه. قربونت برم، فدا چه ما رو پیاده کن. حرف نداره. برو زود باش دیگه. لیلا من حوصله صحبت کردن و جر و بحث ندارم. از دست من عصبانی نیستی؟ من فقط حوصله صحبت کردن ندارم. وقتی از ماشین پیاده شدیم یه لگه کفشم از پام در اومد. به اون دوتا مأمور دستور داده شده که ما رو به واحد همگیری برسونن. هر اتفاقی برای ما بیفته مسئولیتش با اوناست. عجب، چرا زودتر فکرشو نکردم؟ وقتی جنازه‌ای ما رو پیدا می‌کردن این موضوع قصه خیلی خوبی برای بچه‌های یتیم من تو رش می‌شد. حالا میشه دنبال کفش من بگردی؟ اگه به خاطر این هوای بارونی نبود ما الان یه غذای خوب خورده بودیم و توی هتل سوئیس راحت خوابیده بودیم. قبول نداری؟ اگه حوصله صحبت کردن داشتم قبول میکردم، ولی هی فرهاد جان من حوصله جر و بحث ندارم. یه ماشین داره میاد. ای کفشم اونها هاشش. له شده. آخه فرهاد این یکی هم که پاشنش شکسته بود. چیکار کنی؟ من نمیدونم، تو بگو. خب چیزی که معلومه اینه که نمیتونیم اینجوری اینجا وایسیم. خیلی خوب را بیافت بریم. اینجوری پا برنه را رفتن خوب نیست. پاد میره روی یه چیز و وقت مشکل ساز میشه. شما نگران من نباش، هر وقت مشکل ساز شد خودم یه فکری میکنم. آه آی 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 ها، فکر کنم همون چیزی که گفتی اتفاق افتاد. گفتم دیگه، گفتم این اتفاق میفته، گوش نمیدی. حالا چیه چیه؟ بگو بگو. آی 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 تیزه، دندونه داره. آی آی خیلی خیلی دردناکه. ببینم. آی 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 آخ 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 چیه؟ در قوطی کنسرو. حالا چی؟ داره خون میاد؟ آه. آه یعنی چی؟ یعنی خون میاد؟ ای خب ولی داره خون میاد دیگه. یه خورده. خب یه خورده که داره خون میاد دیگه. ای بابا، آره داره خون میاد. ای خدا، ای خدا، دارم خون ریزی میکنم، دارم خون ریزی میکنم. خیلی خوب، هیچ اشکالی نداره. نه 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 نه، اینجوری پابرانه راه نره، با خون ریزی برات خوب نیست. من خودم هم خیلی دلم خواست میتونستم پرواز کنم، ولی حیف، حیف که هوای تهران امشب بارونیه. احتیاج به گوشه کنایه نیست، احتیاج به خون ریزی هم نیست، ولی من دارم خون ریزی میکنم، پاهم داره خون ریزی میکنه. فرهاد جان من دیگه نمیتونم، من دیگه نمیتونم ادامه بدم، دیگه نمیتونم. صبر کن. فرها هیچ میدونی الان 20 ساعته که هیچی نخوردی؟ تو هم همینطور. حالا خوبه که خیلی سنگین نیستی، نگران من نباش. من نگران نیستم فرهاد. اصلا آخرین باری که شنیدی من بگم نگرانم کی بود؟ یادت میاد؟ نه نه. اوه نه نه نه، دیگه نمیتونم باستم. فرهاد نمیتونم باستم. فرهاد منو بزر پایین. من فردا مصاحبه دارم، من فردا نایسا مصاحبه دارم، پیش نبه کار برم. خیلی نگرم بزر. فقط پنج دقیقه، فقط پنج دقیقه بتونم بخوابم. فرهاد 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 فرهاد، ادامه دادن بیفایده است. اصلا برای چی ادامه بدیم؟ فرهاد ببین، من دیگه نمیتونم راه برم، تو هم نمیتونی منو کول کنی، نه تو منو بکشی، نه اتوبوسی رد میشه، نه تاکسی، هیچ ماشینی هم وای نمیسه دو تا غریبه رو که دارن شر شر خونریزی میکنن سوار کنه. کم کم سپیده میزنه، هوا روشن میشه. اگه بتونم فقط یه ساعت بخوابم،
فرهاد بیا این زیر خشکتره، بیا اینجا بخواب. آخ هیچی، حالا با این شانسی که ما داریم حالا سمورا بهمون حمله میکنه. آخ باید تقاس پس بدن لیلا، خیلی از آدم ها برای امشب باید تقاس پس بدن. انقدر زیر لب غرغر نکن، بیدار نگه میدارد. تا آدم ها تو جنگ امتر هم. با اون همه بمبی که رو سرشون ریخته میشه امتر هم، میدونستی؟ انقدر صحبت نکن فرهاد، آروم باش، بگی بخواب. شب بخیر فرهاد جان. آخ لیلا گردنم گرفت، آخ لیلا گردنم خوش شده، درد میکنه. بای 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 لیلا لیلا آی لیلا 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 آی آی آخ لیلا لیلا کجایی؟ فرهاد صبحانه روی نیمکت پیداش کردم، برم هستش. بیا فرهاد جان، اینم اینکه ترسیدم تو خواب بشکنی. دست درد نکنه، پا چطوره؟ بهتره فرهاد جان، نگران نباش، بیا بریم بخوریمش. بریم بریم. ای کجا هستی؟ فرهاد قزامو، فرهاد قزامو، فرهاد چخه کشته کشته، برو سرم مونده. آره یه ذره اینجا مونده. بریز دستش، خورد شده، دستش بریز پر کن، خورد شده. میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ که تا حالا میتونستی صبونت رو تو تخت خوابت بخوری، با پرتقال و سوسیس و تخم مرغ و نون توست و مربا و یه لیوان شوی قهوه. این وقت الان داریم خورده بیسکویت مونده میخوریم روی پلای پارک ملت در ساعت ساعتم کجاست؟ ها؟ وای نه. فقط عصبی نشی یا؟ من عصبی نیستم، ساعتم کجاست؟ ببین همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. چی خیلی سریع اتفاق افتاد؟ فرهاد تو گفتی عصبی نمیشی. این مال قبل از اینه که تو به من بگی خیلی سریع اتفاق افتاد. لیلا ساعت من کجاست؟ خب فرهاد من دادمش به یه مردی که گونی خیلی عجیبی پوشیده بود، وقتی تو خواب بودی دادمش.
چی؟ ساعت منو؟ ساعت 200,000 تومانی منو دادی به یه مردی که گونی خیلی عجیب پوشیده بود برای چی؟ 150,000 تومان فرهاد. چه فرقی میکنه؟ خب اگه فرقی نمیکنه چرا داد میزنی؟ فرهاد برای اینکه فکر میکردم که زیر اون لباس عجیبش چاقو داشته باشه. بهت که گفتم همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. خب چرا منو بیدار نکردی؟ برای اینکه نمیخواستم یه مردی که قیافه وحشتناکی داره و یه گونی پوشیده زیرش هم یه چاقو داره تو رو با چاقو بزنه. یعنی تو میخوای به من بگی که در حالی که من گرفته بودم خوابیده بودم یه مرد با یه گونی عجیب میاد و ساعت منو میزنه؟ من که باور نمیکنم. قبلا که این مرد با یه چتر در حالی که داشتی تو خیابون راه میرفتی جیباتو زد، چطور اینو باور کردی؟ ازت پول خواست؟ نه هیچی ازم نخواست، ولی ساعت تو که گرفت فوری فرار. چی؟ یعنی میخوای بگی ساعتو ازت نخواست؟ پس برای چی ساعتو بهش دادی؟ خب برای اینکه زیر اون لباسش حتما چاقو داشت. چاقوشو دیدی؟ فرهاد هیچ آدم غریبه ای بدون چاقو ساعت 4 صبح میاد بالا سر آدم وایسه و با آدم زل بزنه. چه میدونم والا، من که تالا هم چیزی ندیدم. خیلی خب فرهاد، من نمیخوام با تو بحث کنم. بیا بگیر اینم کفشات، من نمیخوامش. من کفش نمیخوام، بگی پات کن. نه فرهاد، من اصلا 9 صبح مسابقه ندارم، تو کفشاتو بپوش. من اصلا ساعت ندارم که بدونم 9 صبح کی هست. بگی پات کن، نمیخوام. فرهاد من کفشاتو نمیخوام، نمیخوام راجع به کفشات بحث کنم. بیا بفرمایید این بیسکویت ها مال شما. من بیسکویت نمیخوام. بابت ساعتت هم من متاسفم. ببین فرهاد، من داشتم فکر میکردم ما تورش حساب بانکی داریم، میتونیم بریم اینجا دنبال شعبهش بگردیم ازشون پول قرض بگیریم. خان فرهاد فکر کنم همین الان یکم دندونامو شکونده. فرهاد با بیسکویت؟ نمیدونم سنگی حلبی جایزه چی تو شد خوبتش دادم. بذار ببینم. وای جلوی دهنم هست، نمیدونم دیگه لبخند بزنم. فرهاد شاید نشکسته، دهنتو واکن بذار ببینم. بابا اینها دارم زبون میزنم حسش میکنم. فرهاد دهنتو واکن بذار ببینم. اوه 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 فرهاد شکسته. اوه فرهاد جان خیلی زشت شدی. تموم شد. وای حتی اگه از بانک پول قرض کنیم، موهام هم ببرم اصلاح بکنم، کچلوار نو هم بخرم، امکان نداره به کسی که نتونه لبخند بزنه کار بده. فرهاد ما میتونیم بریم دندونساز، دندونساز میتونه برات روکشش کنه با 100 تا تک تومانی. فرهاد ما میتونیم از شعبه بانکمون پول قرض کنیم. اونا ممکنه پول قرض بدن ولی دیگه دندون که روکش نمیکنن. خب نمیدونم فرهاد، من فقط میخوام بهت پیشنهاد بدم. آره برو شعبه رو پیدا کن، کفشت هم بده اونجا برات پاشنش رو درست کنم. شنیدی؟ چیو؟ فهمیدم. از این دندون شکستم نفس که میکشم، حرف که میزنم رو سین دارم سوت میزنم. من که نشنیدم. رو حرف سین؟ نه فرهاد من چیزی نمیشنوم. گوش کن. شنیدی؟ نه 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 من نمیشنوم. بدبخت شدیم. فکر میکنی شرکت بوم گندگی به کسی که نمیتونه لبخند بزن روی حرف سینه سوت میزنه کار میدن؟ امکان نداره. بیا فرهاد، من به بچه ها قول دادم که امروز صبح بهشون زنگ بزنیم، اگه زنگ نزنیم دلواپس میشن. نگران نباش، اونو الان دارن صبحونهشونو میخورن، کنفلکس و موز و عسل و از اینجور چیزا. لطفا یه ذره دلواپس خودمون باش. فرهاد از وقتی که حرکت کردیم تو اصلا یه لحظه هم به اونا فکر کردی؟ نکردی که به آیندهشون، به اینکه بعد از ما چه اتفاقی براشون میفته؟ آره آره، وقتی دستامون بالا بود و داشتن جیبمونو میزدن، یا وقتی درگیر آدم رو باها بودیم، بله خیلی وقتی رو بردم که بهشون فکر کنم. چی حالا؟ میخوای را بیفتی یا میخوای اینجا واسه با هم جلسه مشاوره خانوادگی را بندازیم؟ آها میبینی؟ باز داری سر من داد میزنی، باز این تونه بالای صدا.
اصلا از وقتی که چمدونامونو دزدیدن تو دائم با من جر و بحث میکنی. فکر میکنی من نمیفهمم چقدر عصبی و بد اخلاق و اصلا غیر قابل تحمل شدی. اوه اوه خدای من. ها فرهاد چی؟ حلقم حلقت؟ حلقم افتاده. حلقمو همین الان گم کردم. الان گمش کردی؟ وقت گیر آوردی؟ ببخشید دفعه دیگه وقتی حلقمو گم میکنم که جناب عالی وقت مصاحبه نداشته باشین. حالا میشه دنبال حلقه من بگردی؟ آخه چطوری شد؟ لیز خورد افتاد؟ من غذا نخوردم فرهاد جان. انگشتم لاغر شدن. بابا 11 سال دستش در نیورده حالا گمش میکنه. فرهاد من دارم میشنوم چی میگی. با من سوم شخص حرف نزن. من اینجام در اول شخص. من اصلا با تو حرف نمیزنم. دارم با خودم حرف میزنم در دوم شخص. آها. ببینم تو که اکثرا دستکش دستته واسه اصلا حلقه دستت میکنی. خب آدم چرا جوراب بپوشه وقتی همیشه کفش پاشه؟ اصلا چرا اینقدر جر رو بست وقتی رأس ساعت 9 صبح امروز آینده کاری من بسته میشه؟ فرهاد جان برو به مصاحبت برس. من اینقدر اینجا میشینم چهار دست و پا اینقدر زمین رو با دستم اینجوری چهار چنگولی شخ میزنم تو بالاخره حلقم رو پیدا کنم. لیلا جان بس دیگه وقت نداریم. یه حلقه طلای 200,000 تومانیه. باور بکن اگه من قبول بکنن 100 تا مثلشو واسط میخرم. بس دیگه فراموشش کن. فراموشش کنم؟ آره. چطور میتونی همچی حرفی بزنی؟ فرهاد حلقه ازدواجمو فراموش کنم؟ تو چطور میتونی اینقدر بی احساس باشی؟ فرهاد این حلقه ازدواج منه. من یه دونه دیگه شو نمیخوام. من اونیو میخوام که تو برای من خریدی. اونی که تو دستم کردی. اونی که تو روز اول ازدواج برام گرفتی. یه نظر آروم باش من اصلا منظوری نداشتم. این تنها چیزی که من تو دنیا دارم و خیلی هم ازش مراقبت میکنم. اصلا برام مهم نیست که تو کجا میخوای بری یا مصاحبه داری. فرهاد من همینجا میمونم تا پیداش کنم. یعنی تو عصبانی هستی الان؟ آره فرهاد من خیلی عصبانیم. بهت گفتم من همینجا میشینم تا حلقم رو پیدا کنم. خیلی خوب لیلا تو الان ناراحتی الان خسته ای. یه ذره آروم باش. منم قول میدم همینجا بمونم و پیداش کنم. من خسته ای تو الان عصبی هستی. اجازه بده من کمکت میکنم. نه فرهاد قول میدم فرهاد اینجا بلم کن. لیلا فرهاد بل کن اصلا به من دست نزن. برو تو به کارت برس. لیلا خواهش میکنم. برو به مصاحبت بگیر فرهاد جان. برو شما اصلا با من صحبت کن. برو جلو فرهاد برو من اصلا میگه ببریم لیلا. آخ ازت خواهش کردم اون حلقه رو فراموش کنی. فرهاد با مش کجات زدم؟ اول زد توی دندم. آخ بعد دوباره زد همونجا. فرهاد این دندته؟ نه این زانومه. من زانو زده بودم روی حلقت. لیلا جان Oh,
داره پوشیده. تو باید داری هرچی داری هرچی بری بری پی کار. چیه؟ چرا وایسادی؟ فرات، من دیگه باتریم تموم شده، یعنی دیگه نمیکشم، یعنی میدونی اصلا دیگه جونی برام نمونده، یعنی دیگه برام جونی نم. لیلا تا بعد که نمیخوای اینجا بشینی، بلند شو. فرات، یا میمیرم یا نجاتم میدن، هر کدوم که شد. لیلا داری مایوس میشی یا داری تسلیم میشی؟ فرهاد الان موقعشه که هر کی تصمیم خودشو بگیره. من تصمیم گرفتم که تسلیم شم. لیلا جان خواهش میکنم، تو دوتا بچه داری که بعد به اونا فکر کنی. بیا کنار فرهاد، از اون زیر بیا کنار فرهاد. چی شد؟ شما فکر میکنین چی شد؟ ببخشید شرمنده. دیگه حالم از این کلمه شرمنده داره به هم میخوره. چی میدونی الان کجایی؟ دمه یه مسجد. شاید اگر خیلی خیلی دعا کنی هنوز بتونیم نجات پیدا کنیم. خیلی دلم میخواد ببینم چطوری. ولی خب لیلا اگه تو تا شب هم اینجا وایسی دعا کنی. فرهاد، چیزی که ما الان احتیاج داریم امیده و استقامت. آره لیلا، من قصد بی‌احترامی ندارم، ولی تو این همه فرصت داشتی برای رفتن به مسجد. ببخشید مسجد تعطیله. مسجد تعطیله؟ شربنده صدا و سیما داره برنامه ضبط میکنه. خب من خانم، من فقط 5 دقیقه میخواد دعا بخونه، خیلی طول نمیکشه. متوجهم، ولی من از شبکه دستور میگیرم، کسی تا ساعت 2 حق ورود نداره. یعنی شما میفرمایید که بنده و خانومم که خیلی هم معتقده حق این که وارد مسجد بشیم و دعا بخونیم و نداریم؟ خب فرهاد ول کن، اشکالی نداره، بریم میشینیم یه مسجد دیگه دعا میخونیم. نه نه لیلا جان، اصلا تو برو قسمت زنونه، اینا حق این که جلوی ما رو بگیرن رو ندارن. مسجد برای عموم از ساعت 2 به بعد بازه. ولی ما الان احتیاج داریم. من نه وقتشو دارم نه حوصله جربز کردن با شما رو. آقا به من دستور دادن تا قبل از ساعت 2 کسی وارد نشه. اینجام که میبینید پر از کابل و سیم و وسایل فیلم برداریه. شما میخواین کمترین حق دینی و مذهبی ما رو که ورود به خانه خدا و دعا خوندن رو بگیرین؟ عزیزم تا ساعت 2 نه، ولی بعد از اون تشریف بیارید، حق دینی مذهبی هر چی دارید بگیرید. آقا فرهاد، من نمیدونم ما چه اشتباهی میکنیم. نمیتونیم اتوبوس سوار شیم، نمیتونیم پیاده بریم، نمیتونیم غذا بخوریم، دعا هم نمیتونیم بخونیم. ولی هنوز عقلامونو داریم، میتونیم فکر کنیم. اونم از همون میگیرم فرهاد، عقلامونم از همون میگیرم، حالا میبینی. اینجوری حرف نزن لیلا، هنوز اینقدر آسوپاسو بدبخت نشدیم. فرهاد، ما آسوپاسو بدبختیم، ما بدبخت و آسوپاسیم. ما تسلیمیم تهران، تو بردی، ما تسلیمیم. نه، 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 ما تسلیم نمیشیم. آره، هی تهران، تهران، صدای منو میشنوی؟ ما تسلیم نمیشیم. هیچکی صدات نمیشنوه فرهاد. نه، ما تسلیم نمیشیم، ما دست بردار نیستیم. هیچکی صدامونو نمیشنوه. میشنوی؟ ها خوب شد؟ هیچکی صدامونو نمیشنوه فرهاد. آره، هر بلایی بخوای میتونی سر ما بیاری، هر بلایی میتونی بهم گشنگی بدی، میتونی جیبمو بزنی، میتونی دندون منو بشکنی، میتونی خوزک وای زنمو بشکنی، ولی ما دست بردار نیستیم. آره ما تسلیم نمیشیم. اینو تو گوشت فرو کن، تا
تو یه شهری، برای من یه آدمم. آدم از شهر قوی ترن. اون بالا یکی از قهوه‌ی ما رو داره، میفهمی؟ همه امید ما به اونه. تو یه شهری، فقط یه شهری. سلام، مصطفی سلام. هستم. آهان، یه دقیقه لطفا. فقط به من نگین اتاق ندارین ها. امروز از شرکت سیلور ست، سیلور ست تماس گرفتن، سویت 1212 متعلقه به شماست. بفهم. من فقط میخوام آروم باشم، فقط میخوام یه لحظه دراز بکشم. ساعت چنده؟ 8:40. 8:40. وای 20 دقیقه. من فقط 20 دقیقه وقت دارم. نمیرسم غذا بخورم، نمیرسم حموم بکنم، نمیرسم لباس تمیز تهیه کنم. خدا کاش بدونم بود. همین نداری قربان؟ تو الان میخوای ها؟ آره تو الان میخوای. به من فقط همین 100 تومانی دارم. احتیاجی نیست، خیلی من. لیلا زنگ بزن به خدمات بگو برامون غذا گرم بیارن برای دو نفر. بگو عجله است. ببخشید لطف کنیم وز کنیم خدمات. وای قسمت پایینتنم لمسه. اصلا هیچ احساسی نداره. میفهمی فرهاد؟ حالا اون بیرون یه دزد نامرده که کلید چمدونه ما دستشه و یه پژوهه که چمدونه ما اون توه. اگه شانس ما سنه این دوتا رسیدن به هم دیگه. الو ببخشید میشه ظرف 10 دقیقه غذای گرم به ما برسونین؟ امکان نداره ظرف 10 دقیقه؟ نیم ساعت طول میکشه؟ نه خیلی ممنون، متشکرم. فرهاد میگن نیم ساعت طول میکشه، همایش دارن، خیلی سرشون شلوغه. امیدوارم همایش گورکنا باشه، چون منو دلم میخواد یکی رو بکشم. فرهاد من نمیفهمم تو چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا زنگ نمیزنی بگه 3-4 دقیقه دیرتر میرسی؟ حتما میفهمن. این چه حرفیه؟ شرکتی که ابزار دقیق میسازه تو فکر میکنی تأخیر کردن توش معنی داره؟ نه خیر، رأس ساعت 9 یعنی رأس ساعت 9. هر آدم تنبلی میتونه سرش بندازه پایین و رأس ساعت 10 بره اون تو. لیلا من توی این دنیا از هر چیزی بیشتر دلم میخواد این کارو بگیرم و میگیرم. یه مانع کوچیکی مثل شهر تهرونم نمیتونه جلو ما بگیره. فهمیدی؟ بله میفهمم فرهاد. من 1 ساعت دیگه برمیگردم. معاون مدیر عامل در امور مالی. لیلا میخوام یه چیزی بهت بگم. من نمیدونم چه عاقبتی در انتظارمونه، نمیدونم قراره چی بشه، ولی به خاطر اینکه کنار من واسدی ازت میخوام تشکر کنم. فرهاد من فقط آرزو میکنم به هر چی میخوای برسی. فقط فرهاد خواهش میکنم به من دست نزن، خیلی سر و وضعیت کثیفه فرهاد جان. دوست دارم. بدترم شده. میزنه. لیلا به رش زنگ بزن بگو با آدرس هتل برامون پول حواله کنه. ها؟
من مصطفی هستم خانم. بله. قرار قبلی داشتم. تشریف داشته باشی. آقای الفت، آقای مصطفی تشریف آوردن. بله. بفرمایید. لیلا اونا منو میخوان. آره، معاون مدیر عامل با دو برابر حقوق فعلی، ماشین شرکتم بهمون میدن. گفتن کمک میکنن که یه آپارتمان عالی هم پیدا کنیم توی محله خیلی خوب. ها؟ برای بچه ها معرف میشن، برای یه مدرسه غیر انتفاعی خصوصی عالی. اونا منو میخوان با همین دندون شکسته و همین سر و وضعم. عالیه. خب فرها تو بهشون چی گفتی؟ من بهشون چی گفتم؟ تو بهشون چی گفتی؟ تو فکر میکنی چی گفتم؟ نمیدونم فرهاد، ولی امیدوار بودم قبول نکنی. امیدوار بودم بگی تو و خانومت توی شهر احساس تعلق نمی کنید و واقعا میخوای باقی عمر تو توی جای آروم مثل اطراف رشت بگذرونی و اینکه تو عمر داری دیگه نمیخوای هیچ شهر بزرگی رو ببینی. شهرهایی که مردمش مجبورن رو سر و کول هم زندگی کنن و جا نیست که آدم ها راه برن یا نفس بکشن یا لبخند بزنن. من که تو نمیخوای روز و بالاهای خیابونا راه بری یا سگ بهت حمله کنه یا به زور چاقو جیب تو بزنن یا وقتی که خوابی مجبور شی ساعت تو بدی به آدمایی که گونی عجیب پوشیدن. من که تو خسته شدی از سفر با هواپیماهایی که جا برای فرود اومدنشون نیست و چمدونایی که اصلا معلوم نیست کجا رفتن. و اینکه تو دعا میکردی که کاش هرگز پا تو تو این شهر نمیذاشتی. اون چی که واقعا میخوای اینه که بری دست زنتو بگیری ببریش فرودگاه و با هم پرواز کنیم به طرف خونتو و راحت و خوشبخت تا آخر عمر زندگی کنیم با قیمتی ترین جواهرات دنیا، یعنی بچه همون. این چیزی که امیدوار بودم بگی فرهاد جان. اینا همون چیزایی که من بهشون گفتم لغت به لغت.
چای یا قهوه؟ هیچ کدوم. اصلا هیچی. ما قراره که به محض اینکه برسیم خونه یه غذای مفصل با خانوادمون بخوریم. ببخشید آقا، فکر میکنیم به موقع برسیم؟ آقا بچه‌مون تو فرودگاه منتظرن. تا 20 دقیقه دیگه بزنیم میشه. متشکرم. اینقدر نگران نباش، داریم میریم خونه. من تا وقتی به خونه نرسم احساس راحتی نمی کنم. خانم ها، آقایان، با سلام، امیدوارم پرواز خوبی داشته باشین. من فرامرادی، خلبان شما در این پرواز هستم. بگوشم مرکز بفرمایید لطفا.